الوتر نماز الوتر حكم الوتر حكم نماز الوتر چیه سنة مؤكدة نماز الوتر سنة مؤكدة است واظب على الوتر النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر وفي السفر رسول خدا صلى الله عليه واله وسلم در سفر و حضر بر نماز الوتر پایبندی فرمودند افضل وقت لصلاة الوتر ثلث الليل الاخر ما لم يدخل وقت الفجر برترین وقت برای نماز الوتر پاس اخیر شب یک سوم اخیر شب هست قبل از ورود وقت نماز صبح من غلب على ظن ان يقوم قبل الفجر ويصلي ويوتر فالوتر افضل في حق ان يؤخر الوتر کسی که اطمینان داره که قبل از ورود وقت نماز صبح از خواب برمیخیزه و فطر خودش رو و نماز وتر خودش رو به جا میاره افضل و بهترین است که نماز رو به پاس اخیر شب و یک سوم آخر شب به تأخیر بیاندازه. و من غلب على ظن انه لا يقوم يصلي قبل ان يوتر. و کسی که ظن غالبش اینه که نمیتونه از خواب بلند بشه و برخیزه لذا قبل از اینکه بخوابه نماز وتر خودش رو بخونه. اقل الوتر ركعه واحد. کمترین مقدار نماز وتر یک رکعت هست. لكن هذا الافضل ان يجعل الاقل ثلاث ركعات لانه هذا قليل لكنه كامل لكن باید بدونیم که بهتر اینه که نماز وتر رو سه رکعت بخونه که هرچند از نظر کمیت کم هست و سه رکعت هست اما کامل شمرده میشه نعم اکثر الوتر 11 رکعه اما بیشترین تعداد رکعت های نماز وتر 11 رکعت هست نعم يصلى الوتر على صفات نماز وتر رو به چند روش میشه خوند؟ یصلی ثلاث رکعات متصله به تشهد واحد فقط. یک روشش اینه که سه رکعت رو با هم بخونه با یک تشهد و در رکعت دوم تشهد نمیخونه برای اینکه فرق داشته باشه با سه رکعت مغرب. او یصلی رکعتین و یسلم ثم یصلی رکعه و یسلم. یا اینکه دو رکعت رو میخونه و سلام میده و بعد یک رکعت رو هم بعد از اون میخونه یصلی رکعتین 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 ثم یوتر بواحد یا اینکه 5 تا دو رکعت میخونه و یک رکعت هم در آخر میخونه هر دو رکعت سلام میده و بعد با یک رکعت کامل میکنه نعم او یصلی یستطیع ان یصلی 5 رکعات دون ان یسلم یجلس فی الخامسه للتشهد و یسلم یا اینکه میتونه 5 رکعت رو با هم بخونه با یک تشهد که در تشهد در همون یک تشهد در رکعت پنجم سلام میده یصلی 7 رکعات یجلس فی السابعه ولا یسلم ولا تشهد الا فی السابعه فقط و یسلم و اینکه یا 7 رکعت میخونه با یک تشهد در آخر که بعد از اون سلام میده یصلی 9 رکعات متصله يجلس في الثامنة للتشهد لا يسلم ثم يقوم ويصلي التاسع ويجلس يتشهد فيها يعني تشهد تشهدين دون أن يسلم یا اینکه 9 رکعت رو با هم و به هم پیوسته میخونه در رکعت هشتم تشهد میخونه و در رکعت نهم هم برای تشهد مینشینه و بعد از اون سلام میده. هذا التنويع فيه المحافظه على السنه و اگر این تنوع و روش های مختلفی رو که در ادای نماز وتر هست رعایت بکنیم به سنت عمل کرده ایم و فی تنشیط للمسلم ان یعمل و در نوع خودش هم تشویقی برای مسلمان هست که به همه این روش ها مطابق سنت عمل بکنه نعم الاصل المحافظه على الوتر كما حافظ النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم و اصل بر این هست که انسان بر نماز وتر پایبندی بکنه همچنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر نماز وتر پایبندی می‌فرمودند.